اعلامیه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در استقبال و حمایت از تصویب اصول کاری مذاکرات صلح افغانستان در دوحه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. اعلامیه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در استقبال و حمایت از تصویب اصول کاری مذاکرات صلح افغانستان در دوحه. بسم الله الرحمن الرحیم. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که پیوسته روی ختم جنگ و تأمین صلح عادلانه در کشور از طریق سیاسی و مذاکرات تاکید نموده است، روند مذاکرات صلح بین هیئت جمهوری اسلامی و تحریک طالبان در دوحه را از نزدیک تعقیب می نماید. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان توافق حاصله روی اصول کاری مذاکرات صلح را که به تاریخ 2 دسامبر 2020 در دوحه به تصویب رسید حمایت می کند و ضمن تحسین از زحمات 82 روزه هیئت جمهوری اسلامی افغانستان این پیشرفت را صمیمانه تبریک می گوید و از همه جوانب به شمول کشورهای حامی صلح که زمینه تصویب این سند را فراهم نمودند تشکری می نماید. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان امیدوار است که با تصویب اصول کاری و آغاز بحث روی آجندا مردم ما شاهد آتش بس در کشور می باشد تا باشد که زمینه های اعتماد سازی برای قطع جنگ، ایجاد تفاهم سیاسی و بالاخره تأمین صلح با عزت همه شمول و پایدار در کشور فراهم گردد. و این در حالی است که اکرام اندیشمند در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: گفتگو بر سر آجندا مرحله سخت در آغاز مذاکرات صلح افغانستان است. برای هیئت دولت آتش بس اهمیت دارد که وارد اولین بحث آجندا شود، اما برای طالبان آتش بس شامل بحث های آخر آجندا است. اولویت های طالبان پیش از آتش بس در آجندای مذاکره اینها خواهند بود: 1. بیرون ساختن نام 120 عضو گروه طالبان از تحریم های ایالات متحده امریکا و سازمان ملل که 9 عضو هیئت مذاکرات طالبان نیز شامل این تحریم ها می باشند. 2. آزادی 8000 زندانی باقی مانده طالبان. 3. توافق بر سر نظام اسلامی که در موافقت نامه دوحه نیز تسجیل شده است. مسلماً بحث و توافق بر سر نظام اسلامی دولت فعلی افغانستان را نفی می کند و کنار رفتن رئیس جمهور غنی در گام اول لازمه این بحث و توافق خواهد بود. 4. تکمیل خروج قوای ایالات متحده امریکا و ناتو از افغانستان. 5. آتش بس عمومی. آتش بس از نظر طالبان در پایان آجندای مذاکرات قرار دارد. طالبان آتش بس را بدون دسترسی به 4 موضوع متذکره قابل قبول نمی دانند. برخلاف این تصور که طالبان به حکومت موقت اصرار و دلبستگی دارند یا خواهند داشت، آنها به طرح حکومت موقت دلچسبی نشان نمی دهند و حتی آتش بس را مشروط به آن نمی کنند. بیشتر و پیشتر از طالبان، منتقدان و مخالفان سیاسی درون دولت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان اشتیاق و علاقه به حکومت موقت نشان می دهند و بی‌صبرانه منتظر حکومت موقت هستند. اما طالبان به جای حکومت موقت با مذاکره و توافق بر سر نظام اسلامی پا می فشارند و آتش بس و ختم جنگ را به نظام اسلامی آینده که در موافقت نامه دوحه از آن به عنوان نتیجه مذاکرات بین الافغانی سخن رفته است مربوط و مشروط می دانند. بدین ترتیب مذاکرات بر سر آجندا مذاکرات دشوار، پیچیده و طولانی خواهد بود که ممکن است از یک سو آتش جنگ را شعله‌ور و شدیدتر بسازد و سوی دیگر
اختلاف و دو دستگی را در درون هیئت مذاکرات دولت آشکار کند و مذاکرات را بار دیگر به بنبست و طولانی ببرد. در همین حال وزارت امور داخله میگوید در یک ماه گذشته 134 غیر نظامی در حملات گروه طالبان کشته شدند. وزارت امور داخله میگوید که در نتیجه حملات تهاجمی و انفجاری گروه طالبان 476 غیر نظامی در جریان یک ماه کشته و زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله روز پنجشنبه 13 قوس سال 1399 گفت که این گروه در یک ماه گذشته بر علاوه حملات تهاجمی 16 حمله انتحاری و 168 ماین را انفجار دادند. با گفته او در نتیجه این حملات و انفجارها 134 غیر نظامی کشته و 342 تن دیگر زخمی شدند. وی تلفات افراد ملکی را جنایت بزرگ خوانده و گفته است که این جنایت غیر قابل توجیه است. گروه طالبان در حال عامل تلفات افراد ملکی خوانده می شوند که پیش از این حکومت بارها از این گروه خواسته است که خشونت ها را کاهش دهند. این گروه اما تا کنون به این خواست ها جواب مثبت ندادند. در همین حال یک منبع امنیتی با آژانس اطلاعاتی سیحون می گوید که نیروهای امنیت ملی 14 جنگجوی طالبان را از مربوطات ولایت پکتیا زنده بازداشت کردند. از طرف دیگر مقام های ولایت پکتیا نیز با نشر خبرنامه گفتند که این جنگجویان طالبان در عملیات قطعات خاص ریاست امنیت ملی از مرکز ولسوالی های این ولایت بازداشت شدند. در خبرنامه آمده است که از نزد این افراد سلاح‌های سبک و سنگین به دست نیروهای امنیتی افتاده و بازداشت شدگان نیز به جرمشان اعتراف کردند. این در حالی است که شب گذشته نیز یک تن از مسئولان ترورهای هدفمند طالبان در ولسوالی قره‌باغ کابل به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.